بشم هشم نسل به نسلی اخ والانو موشه مراشاق هیلت یعقوب تراسی نقدوشا به ما دستور میده قدوشیم تیو یعنی مقدس باشید این یک میسوای اسه از تراتن و حق پیروش میکنه رنبن زسل موضوع قدوشیم تیو یعنی مقدس باشید که هر کاری که شما انجام میدید به نحو خاص و ویژه و با قدوشا و تهرا باشه به اون شکل و اون ترتیب و وضعیت مناسبی که لازم هست طبق حلاخا این میسوا در بر میگیره تمام زندگی انسان رو که تمام اعمال و رفتار و گفتار انسان به صورتی منظم با ترتیب و اون حلاخا و نکته های خاص خودش باشه در چارچوب قدوشا کتاب معاوش نه این سیپوریم تعریف میکنه در مورد یک فردی یهودی که با خانوادش برای تفریح و استراحت رفته بودن به یک منطقه خوش آب و هوا اتومبیل خودشون رو در کنار جاده در محل پارکینگ پارک میکنن و به راه میافتن به طرف رودخانه که در پایین قرار داشته بعد از مدتی که به محل خوب و مناسبی میرسن اونجا بر روی یک میز چوبی غذاشون رو قرار میدن و نتیلا میگیرن و شروع میکنن به خوردن و سیر میشن در پایان صرف غذا میخوان نوارخ بگن ولی میبینن که برگه نوارخ باشون نیست و این سیدور یا برگه رو در اتومبیل جا گذاشتن یکی از بچه ها میگه که من بلدم نوارخ رو از حفظ بخونم من احتیاجی به برگه ندارم پدر خانواده تاکید میکنه که به هیچ وجه ما نباید نوارخ رو از حفظ بخونیم بلکه باید نوارخ از روی نوشته با آرامش کلمه به کلمه خونده بشه بچه ها میپرسن خب حالا ما چه کار کنیم نوارخ نداریم به در جواب میده برمیگردیم در ماشین اونجا نوارخ رو از میان برگه نوارخ میخونیم اونجا ما میتونیم محل غذا خوردنمون رو هم ببینیم حالا اونا مونده بودن که حالا بلند شیم برگردیم همه را به ماشین برسیم و این محل رو رها کنیم و یا نه همینجا نوارخ بخونیم بالاخره به در میگه من به شما پیشنهاد میکنم که بریم و اونجا نوارخ رو از روی برگه نوارخ با دقت توجه و احساس خوب و کلمه به کلمه بخونیم و در مسیر من برای شما داستان زیبایی رو تعریف خواهم کرد اونها به راه میفتن و پدر تعریف میکنه این واقعه در قبل از جنگ جهانی دوم اتفاق میفته زمانی که وضعیت ضد یهود داشت شدت میگرفت و یک یهودی تلمید خواهم که در آمبورگ زندگی میکرد با زنش و شش تا فرزندش اونا یه عصر نشسته بودن با خانواده مشغول خوردن عصرانه بودن و صحبت میکردن در مورد وضعیت سخت و مشکلی که در آلمان وجود داره و این موقعیت برای یهودی ها خوب نیست اینها احساس ناامنی میکردن و اون تلمید خام به زنش میگه که من فکر میکنم که هرچه زودتر باید اینجا رو ترک کنیم و هیچ گونه وقتی رو نباید از دست بدیم ولی خیلی از یهودی ها فکر میکردن که وضعیت خوب میشه این سختی ها میگذره نایتا این خانواده تصمیم گرفتن که اینجا رو ترک کنن و به انگلستان برن در حالی که مشغول خوردن غذا بودن و به آخره غذا رسیده بودن به شدت در به خونه به صدا در میاد و قبل از اینکه اونا فرصت پیدا کنن در رو باز کنن در شکسته شد و یک افسر نازی با دو تا سرباز وارد خونه شدند و به اونا گفتن که از این خونه خارج بشید شما دیگه اجازه ندارید اینجا بمونید این تلمید خواهم با صدایی محکم گفت که من از اینجا تکون نمیخورم و من باید دعای بعد از غذا رو بخونم و تا این نوار خمرون رو نگم از اینجا بیرون نمیرم اون نازی ها در تعجب بودند که چطور این یهودی اینطور داره با قدرت حرف میزنه با پروی پر اونها نگاه کردن به افسر خودشون و در مقابل تعجبشون اون افسر گفت خب بخون زود باش در این بین اونها داشتن تو خونه میگشتن و همه چیز رو به هم میریختن و بچه ها و زن هم همه در کنار دیوار ایستاده بودن و مثل برگ بید همه میلرزیدن حالا فارغ از تمام این ترس ها کت خودشون رو پوشیدن و کلاه بزرگشون رو به سر گذاشتن و شروع کردن کلمه به کلمه با آرامش کامل نوارخ رو بخونن مثل که این دارن سکه های طلا رو میشمارن قبل از براخا شروع کردن گفتندی بنو شلولا خدای شکرت بر این غذایی که به ما دادی و بر غذایی که خوردیم و تشکر از این غذا که هست میشه و به خاطر همه چیز از خداوند تشکر کردند و شروع کردن به خوندن نوارخ اون افسر که صبرش تموم شده بود و دیگه منتظر بود که حراب نوارخشون رو تموم کنند و پنج دقیقه گذشته بود ولی هنوز حراب مشغول خوندن بودن اون رو کرد به سربازاش گفت که بریم ما به خونه بعدی و دوباره برمیگردیم به اینجا بعد از دو سه دقیقه که نوارخ هارافت تموم شد به خانوادش گفت هر کسی یک کیفی رو برداره هر چیزی که مهمه و قیمتی است در اون کیسه بگذاریم سیتفیلین رو برداریم و به راه بیفتیم و یک دقیقه اینجا موندن سلا نیست و اگه اونا برگشتن دیگه ما زنده نخواهیم موند به سرعت همه چیز آماده کردن و از خونه فرار کردن بالاخره به یک ده کوچکی رسیدن اونجا نزد یک خانواده غیر یهودی موندن و در زیر زمین برای مدتی پنهان شدن تا اینکه موفق شدن بلیت تهیه کنن و دیدن که یه دونه بلیت برای دختر کوچکشون کم دارن نمیدونستن چه کنن بالاخره تصمیم گرفتن که اون دختر کوچک رو در چمدانی بگذارن و تا بتونن از مرز رد بشن نایتن اونا موفق شدن که به انگلستان برن و فهمیدن که به زخوت این نوارخی که خوندن جونشون نجات پیدا کرد پدر داره اینها رو برای بچه ها تعریف میکنه که به طرف اتومبیل دارن را میفتن که اونجا نوارخشون رو بخونن پدر ادامه داد که شما میدونید این دختر بچه کوچک کی بود او مادر منه و مادر بزرگ شما یک مادر بزرگی از لندن که تمام زندگیش دقت کرد و تلاش کرد و کوشش کرد نوارخ را حتما از رو بخونه و با دقت کامل حالا شما میفهمید که به زخوت خوندن نوارخ انسان میتونه چه از نظر جسمی چه از نظر روحانی نجات پیدا کنه بیکت امازون میسوایست از تو و این ارزش و مقام و منزلت بسیار زیادی داره یکی از سگولهاش اینه که میتونه انسان روزیش رو به راحتی به دست بیاره و با فیض زیاد همچنین میتونه انسان رو از هر گونه بلایا و لطمات نجات بده و رهایی ببخشه البته ما نوارخ رو به خاطر اجرای فرمان و تشکر از اون میخونیم بالاخره اون سگوله های دیگرش هم شامل حال ما خواهد شد و این قولی است که خدا داده به ما که کسی که نوارخ رو با کوانا و با دقت کامل میخونه با متانت و از روی برگه کلمه به کلمه از سختی ها و ناراحتی هایی که در دنیا حادث میشه نجات پیدا میکنه همینطور برته در سیمان قوب پهه از قول ریشونیم منویسه که در تمام بیرکت تمازون ف آخر پیدا نمیشه و این میخواد به ما این نکته رو بگه که کسی که نوارخ رو با کوانا و دقت میخونه به او اف یعنی خشم و غضب فلوق قصف یعنی عصبانیت دور خواهد بود و به این زخوت خلاص میشه از هر گونه سختی و ناراحتی و یسوری امیدواریم که بتونیم نبارخ را رو به ذرت با دقت کامل و توجه و از روی سیدور یا برگه نبارخ بخونیم کلمه به کلمه با توجه به معنی و نیت کامل